خدمت هموطنان در جای جهان و دنیا. من یک کلیپ بعد از این کلیپ یه دقیقه تقدیم میکنم. تقدیم خواهم کرد. البته عذرخواهی میکنم صدای خود بالا پایین شده. عصبانی شدم و به خودم حق میدم. یه جمله فراموش کردم تو اون کلیپ بگم. اونم این است که دوست دشمن من دشمن منه. دشمن دشمن من دوست منه. توجه کردید؟ آقای ترامپ فعلا دوست دشمن ماست. و این در این چیزاش ثابت شده است. و من اینو بهتون بگم که تبریک من ملت ایران، من کامنتی که برام میاد مشخصه که مردم کم کم به این اعتماد به نفس میرسن که باید خودشون فکر برای خودشون بکنن و این برگ برنده است در ایران و دنیا. ما همینه میخواستیم. کلیپو ببینید و پیشا پیش اگه سلام بالا رفته عذرخواهی میکنم، اما نمیشه روی آتش آدم نتونه بجوشه. نجوشه بابا ایام بکنم بجوشه خوش. خدمت شما هستم که من دیشب میخواستم کلیپ بذارم، متاسفانه دو سه مرتبه برقا رفت و اومد و نشد، اما در خدمت هستم. یکی از سوالهایی که روزا خیلی زیاد من میشه راجع به بحث ارز هست، قیمت ارز و طلا و از این حرف هست. تمام حکومت ها وقتی به اینجا میرسند دو راه بیشتر ندارند، یعنی در اصل دو راه و نصفی دارند، چون الان یه کارخونه ها خوابیده، کارگرا تعطیل شدند، کار در کشور نیست، راندمان کار خیلی خیلی اومده پایین و در طول 40 سال سابقه نداشته که اینقدر رکود کاری باشه. وقتی کار نباشه گردش پولی هم نیست، در نتیجه پولی واسه خرید ارز نیست. این جوار هم ایجاد میکنن که یه دورن ارزشون رو بفروشن. الان شما بخواید ارز بخرید یه قیمت متفاوتی داره برای شما تا بخواید بفروشید. خونه بخواید بخرید میگن آقا الو بلو نیست، اما بخواید بفروشید خونه بخواید بفروشید اصلا نمیخرن، چون الان بازار پول نیست. و یه عده‌ای هم که خواهد جنایتکار از اون دزدا تبهکارا راندخارا میدونید هر چی پول تو بانک داشتن دادن یا خونه و ماشین و ارز و طلا خریدن و اون آرزو رو به گور برن که استفاده کنن. پول ملت و حق ملت هست. در نتیجه اینا دو راه و نصف بیشتر ندارن. یه راهش این است که با همین وضع بیان چیز بکنن ادامه بدن تا به ورشکستگی کامل برسن، چون اینا پول ندارن، ریال میخوان حقوق بدن ندارن، ارزم بخواد بفروشن کسی نداره بخره. راه دومشون این هست که بیان و پول چاپ کنن، که اگر این اشتباه فاحشه کنه که اکثر حکومت هم اشتباه رو میکنه و ساقط میشن، پول چاپ کردن یعنی پول اومدن تو بازار و قیمت ها باز افسار ول میشه و میره به اونجایی که نباید برسه، تورم میره بالا 300-400% و میره به اونجایی که نباید برسه. اکثر حکومت ها ساقط میشن، پول چاپ میکنن. پول چاپ کردن یعنی بلافاصله میان به حقوق میدن به مردم، یک سری که بدن بعد به سری بعد تورم بلافاصله میره بالا و قیمت ها میره بالا و به اونجایی که باید برسه خواهد رسید. تمام حکومت ها ساقط شده همینطور بوده. راه سوم دو نیمیشم این هست که بیان دوباره باز برگردن بهرهای بانکی ببرن بالا که مردم پول رو تو بانک ها بذارن، که دیگه مردم از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشن، سه بار گزیده نمیشن و بانک های مثلا دولتی توان نداره، بانک های خصوصی هم که دیگه گندشون در اومده و مردم دیگه دست نواسن رو شده است، دیگه اون پولی که خوردن هم پس ندادن و الاخر. در نتیجه هر سه راهش به سرنگونی اقتصادی حکومت ختم خواهد شد بدون برو برگرد. خب این پس بس عرض است. ولی یه چیزی بهتون بگم، اگه هر وقت در یه جامعه دیدین مواد غذایی قیمت اومد پایین، بدون قیمت ارز واقعی اومده پایین، ولی وقتی که قیمت مواد غذایی بالا میمونه یا لااقل ما احتیاج مردم قیمت بالا میمونه، یعنی این که پول تو جامعه نیست، ارز هم قیمتش کاذبه، چه بالا بره چه پایین بیاد. در نتیجه واردی بازی نشید، پول دارید نگه دارید ارزشمند میشه، ارز هم دارید نگه دارید. شما الان شما بخواید بخرید به ثمن بخس میخرن و شما چرا بخواید بفروشید؟ همیشه اگه یک جنسی 10 دلار هست فوقش میشه 11 یا میشه 9 دلار، ولی اگر اینو فروخت در دستون خارج شد، میخوام اینو بگم ارزش ارز و طلا حفظه، یعنی به همون نسبت بالا پای میشه، پس نگه دارید. حباب خونه هم قطعا میشکنه که یا شکسته خواهد شکست و قیمت ها که کاذبی که آوردن بالا و یه سری افراد خریدن دیگه تموم شده است، طق خیلی کارشون در اومده و شدیداً خوشبختانه به جون هم افتادن. شما حساب کنید آقای ریختگران که الان مثلا ویلای 780 میلیارد تومانیش و بقیه تو اون شهرک حداقل ویلا 200 میلیارد تومنه، اگر با طلا بسازن 780 میلیارد تومن نمیشه. ببینید چه کارا کردن، چه پول مفته، پول مردم به دستشون رسیده، مال فرهنگیان، مال
بانک سرمایه سازی، حرفایی که شده خودتون میدونید، باش همه کار کردن، فیلم ساختن، بازار چیچی مال ساختن، فلان ساختن، ولی آخر ختمش کارشون این هست که اینها به ورشکستگی ختم خواهد شد بدون اصلاح، بدون برگرد و برو برگرد و به جون افتادن شدیدن شدیدن. دوستان حالا هر کس داره فکر میکنه خامنه‌ای مرد باید من بیام سر کار، و این خیلی خوب واسه ملت و واسه کشور. مسئله حج رو خدمتتون عرض کنم که تمام کسایی که این سفرها سفرهای گذشته رو گفتم حج میخوان برند، برای چی میخوان برند؟ میخوان برای خدا رو ببینند، خونه خدا رو طواف کنن، یا دمار عنوان میگردن، برای حاجی بشن، یا ریا میخوان بکنن، و از همه مهمتر میخوان دزدی بکنن، از این ملت بدزدن و ببرن. من دارم اینجا با صدای بلند در اصلا میگم، نه فرضیه است نه یک چیز است، صادقانه و خالصانه بهتون میگم، هر کدوم شما امسال حج برید خدا چوب تو آسمیتون خواهد کرد، جیگرتون رو در میاره، چون شما هم کور ظاهر، کور ظاهری هستید، هم کور باطن هستید، هم کور دل هستید. مگه نمی دور براتون؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند داده بی تو به حاجی برسی. اند بی شرفیته، اند دزدیته، اند کسافته، اند ریاته. آدم ریاکار منافقه، هیچ جا جایی با پایگاه نداره. هر کی بره حج بیاد مردم تو فلان ازش میکنند. تو فکر کردی حاجی میشی میای؟ هیچی نخواهی شد. بخواستم این کلمه زش بکنم و من نمیبرم. هیچ پخی نخواهی شد. نرو پولت خرج نکن، پول مملکت دزدی نکن، دلار 4200 ببری اونجا که چی؟ یه اند دزدیه. کسی که حج میخواد بره باید مستطیع باشه، استطاعت مالی داشته باشه. تو داری دزدی میکنی، تو داری دزدی میکنی. دزدی با ربا، با زنا هیچ فرقی نمیکنه. میگه کسی که ربا بخورد 7 بار دور خونه خدا با مادرش زنا کرده است. روایت حرکات خودتونه که نروید و بدنامی ابدی به خودتون نخرید. امسال سال متفاوتی است، مردم مشکل مالی دارن، اینها دزدی میکنن به شما میدن، شما چرا میرید؟ پس ادعا نه، پس رد ادعا نکنید. این لیست شما لیست خطرناکی خواهد بود، جیگرتون مردم نخواهند بود، جیگرتون رو. از این ملتی که الان چش داره میخوره، قضیه چش میخوره، کبد میخوره، کلیه میخوره، تن فروشی میکنه، بچه فروشی میکنه، شب گرست نمیخوابه، خدا اینجاست. گر به هوا پری مگسی باشی، گر به روی آب روی خسی باشی، دری به دست واسه کسی باشی، این چه حجی تو داری میری؟ دروغ میگی، مزدوری، خائن به کشور و مملکت دین هستی، خائن به خودت و خانوادت هستی. ننگ بر تو که بریم زیارت رو بخوای بری، ننگ بر تو. و کسی تو تشویقت میکنه و کسی تو رو میبره، در هر لوا و لباسی هستی، 80,000 نفر میبرن، 50,000 بار خودشونه، 50,000 نفر خدمه، آشپز، کوف، زرمان، شماها نرید. این گناه رو برای خودت نخرید. صادقانه میگم این سفر تفت، این سفر عمر تو خواهد بود و جز سفرهای خواهد بود. همیشه باید تابون پس بدید. وقتی برگردید همونجا، از همونجا که از اینجا خارج شدید، سختی خواهید تا برگردید و به ذلت و خفت خواهید نشست. محمدی وظیفش گفتن است، میخواهید بکنید میخواهید نکنید، بگرد دورت، خدا اینجاست، دوربرته، برو ببین، چشای کور شدت باز کن، از کوردلی بیا بیرون. آدم کوردل بدبخته، تموم شده است. و بحث آقای ترامپ، من زمانی دوستا 15 سال پیش رسمن مبارزه رو شروع کردم با حکومت، هدفم این بود که ترس مردم از حکومت رو بریزه، که اینا پوشالی هستن، اینا چیزی نیستن، اینا تو خودشون کلی مشکلات و مسائل دارن. اگه مجاهدین خائن نبودن اینا با هم متحد نمی شدن، مجاهدین باعث شد اینا با هم متحد بشن. اما حالا خوشبختانه بعد از چندین سال تابوی خمینی شکست، تابوی خامنه‌ای شکست، دزدی هاشون مشخص شد، جنایت هاشون مشخص شد و دیگه رو شده دیگه، پتش رو آب افتاد و مردم فهمیدن که زیر اون عبا و ریش و لباس اونها و اون قبا، غیر از انگلیس و غیر از آمریکا و غیر از شوروی سابق روسیه و غیر از چین هیچ چی دیگه نیست. اینها مترسکا و عروسکای هستن که 2 ریال جلوشو میندازن، 1,000 ریال مملکت رو میبرن. این ثابت شده است. خمینی رو دیدید، خامنه‌ای رو دیدید، مافیا رو دیدید، جنایت رو دیدید، خیانت رو دیدید، ظلم و ستم رو دیدید، در همه ابعادشون دیدید. خب این ترس مردم از حکومت دیخت که الان فحش میدن، ال میکنن، بل میکنن. اما اتفاق دیگه ای که افتاد طبق قانون کائنات اونی بود تابوی ابر قدرت های پوشالی شکست واسه مردم ایران. الان مردم ایران اینجا رسیدن که فهمیدن آمریکا هیچ پخی نیست. این همه اهنتروب ترامپ حیثیت اینها رو برد و به حق هم برد، چون حیثیتی نداشتن، چون این حکومت ها سرکار رو بردن.
دامن خودشون گرفته. اروپا اینا رو سر کار آوردن، حمایتشون کردن، دامن خودشون گرفته. و الان میفهمم با یک سری افرادی که به هیچی پابند نیستن گرفتار شدن. حقتون هم هست، اما پوشالی بودن شما برای ملت ایران شد. شما میلیاردها تبلیغ کردید، خودتون مطرح کردید، اروپا جهان اول، اروپا فرن. هیچ جهان اول که نیستید، جهان آخرم نیستید تا به سوم برسه. یک مش احمق دور هم جمع میشید، سرنخیتون هم جای دیگه است. اما اسرائیل فهمیدی که آمریکا پخی نیست، فهمیدی که اروپا هم دشمن توست. در جنگ 33 روزه اروپا بود که به حزب الله موشک داد که تو رو بزنن، میگفتن بذار روی اسرائیل کم بشه. حالا این وسط شدی گوشت قربانی. تنها کشوری که میتونه یه خود دست با جمهوری اسلامی کنه شما هستید. میخواهید بکنید، میخواهید نکنید. ولی اینو بهتون بگم، با شکست تابوی آمریکا و پوشالی بودنشون، کنگره هر روز عین جمهوری اسلامی در عرض یک سال 250 تا بخشنامه بانک مرکزی میاد، هر روز یه بخشنامه دستوری میاد. این نشان دهنده بی برنامه بودن، بی ثبات بودن، بی ارزه بودن و ناتوان بودن آمریکاست و کنگره و امثال اون است. دیدین دیگه. حالا خودتون میدونید، یا سریع راهتون تغییر میدید و این ریشه تاسیسات سپاه اینا رو خواهید زد، یا خودتون هم همراه این سیل خواهید رفت و به تاریخ خواهید پیوست. حالا خودتون. البته ظلم و ستمی که در حق فلسطین کردید من نمیدونم در چه حد درست است چی نیست، چون تبعات زیاد است، اما بی تقصیر نیستید. شما 50-50 مقصرید. اما حالا آمریکا در پوزش شما. تو ایران سالی ده ها هزار نفر اعدام شدن، کشته شدن، تبعید شدن، در به در شدن، صدها هزار نفر جنگ کشته شدن توسط اینا. هیچی ندید آقای ترامپ. 150 نفر کشته بشن نمی‌کنه. دروغ میگید. شما عین گربه میمونید. یه ذره آبروش بریزی خودش میتکونه. اما وقتی یه ماهی تو حوض یا تونه با کله میره توش، برای شما جون انسان ارزش نداره. بی ارزگی شما نشون میده، بی لیاقتی شما. حقتون هم هست، باید مردم اینو میدونستن. الان مردم با کم کم دارن به اون جایی برسن که دارن میرسن، به اون جایی میرسن که بفهمن آقای ترامپ تو به چق یا سرشت میترسی، میگه تو بی خود میکنی با جد آبادت، با اون کنگره، با همه جون با هم دیگه. تو کی هستی؟ یه قمارباز آشغال، یه دیوانه. ما گفتیم تو میای اینجا کاری انجام میدی، در تاریخ اسمت میمونه، ولی اسم تو شد ننگ تاریخ بشریت، ننگ تاریخ بشریت. تو حق نداری واسه ملت تو تصمیم بگیری. من با اینا کنار. تو کی هستی؟ تو خودت جمع کن، شلوار خودت بالا بکش، آشغال. تو کی هستی واسه اسد تصمیم میگیری؟ ملت اینا جگر شما رو در خواهند آورد. ملت اینا جگر شما رو در خواهند آورد. بی ارزای بی لیاقت میشینه یه روز میگه این کار تو بی خود میکنی. ایران از یمن بیاد بیرون، به تو چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه؟ تو خودت جمع کن، حرفاتو کنترل کن. اما باختید بازی رو، هم شما و هم اروپا باختید. من بارها گفتم شما لب تیغ هستید برای سقوط، و این بی‌ارزگی تو، این بی‌لیاقتی تو نشون داد. میشینی اونجا با تو هم بازی تو بکن، همون هم گلف بازی کن، هم بشین اون چی تایپ میکنیم، هم بازی ها رو بکنی، لیاقت همونه. فقط واسه ملت رو تصمیم میگیری به هیچ وجه، چون تاریخ نداری، ریشه نداری، مته نداری، شخصیت نداری، هیچی نداری. و ملت ایران فهمید. من نمردم به این روزا دادم که ملت ایران فهمید شما همتون پوشالی هستید، همتون دروغگو هستید، همتون خائن هستید، همتون بی لیاقت بی ارزش هستید. یک مشت جنایتکار تو آمریکا جمع شدید، کشور آمریکا تشکیل دادید. در جنگ جهانی دوم شما پیروز نشدید، شما با بمب اتم زدید، کم آوردید. تو ویتنام فاتحتون رو خوندن، شکست خوردید. در افغانستان شوروی شکست خورد از یک مش افراد پا برهنه با اون همه لشکر و اون همه تانک و اون همه هواپیما. تو عراق هم شکست خوردید. همین آقای سلیمانی 3000 نفرتون رو کشت تو آمریکا، توی عراق. فهمید شما بی لیاقت بی ارزش هستید. جنگ هم بلد نیستید. هیچ اون لباسا و ژستا اینا، اینا همش پوشالیه. پشتش خالیه. چون ریشه ندارید. ریشه ندارید. و الان میاد میشینی واسه ایران تصمیم میگیری. تو کی هستی؟ عمت مشتبه شده؟ تو رو توییتات بزن آقا. برو. کاش کی تو کیت بگم. ولی ملت ایران هوشیار شد، این دنیا ارزش داره. ملت های اروپای خودش وایسته، ملت از ارزش خودش رو کشف میکنه، ملت از خودش رو میشناسه. شما میلیاردها تبلیغ از حکومت کردید، بازی کردید، فلان کردید، از اون بی بی سی بی شرف، از اون صدای آمریکایی، همه تون از هم دیگه پخ هستید، جس میگیرید، اما دیگه کور خوندید. تو آرزو رو به گور ببری آقای ترامپ برسی به انتخابات بعدی. انتخابات هم باشه چه غلطی میخواین بکنید؟ چیکار کردید؟ بعد میشین واسه 80 میلیون میخواد اسم بگیرید. تو ملت ایران نشناختی.
اگر این گول تاریخی رو خوردن توسط شما و انگلیس و شوروی و امثال هم رو بطن مذهب خوردند. او کافیه گور به گور شده گول زد ملت رو. شریعتی بیشتره گول زد مردم. بازرگان گور به گور شده گول زد مردم رو. دار دسته جبهه ملی اینا گول زد مردم رو. من مردم یک حدی توان دارن. شش زندگی مردم عالی بود. رو به رشد بود. و شاهنشاه فقط کاراش تبلیغ نمی کرد. صحبت نمی کرد. عکس ما رو تو خمینی نشون دادید، تو خمینی تو ما نشون دادید، یعنی اند تبلیغات شماست. ولی کور خوندید، آخر کارتون خیلی وحشتناک. خدمت شما پیرو کلیپ های دوستان این مصاحبه جدید شاهزاده رو گوش کنید، به اونجایی میرسید که شاهزاده دست و کارهای آینده رو دادند، یعنی برنامه راه رو مشخص کردند. من محمدی هم در حد توانم، چون من برای آینده خودم گفتم، بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، چیزی برای خودم تعریف نکردم و تعریف نخواهم کرد. در حد مشاوره در خدمت تمام جوانان کشورم هستن، جوانانی که پشت شاهزاده هستن، جوانانی که چند وقت دیگه به دنیاست، سلطه دنیا به زیر دنیا زیر سلطه اینهاست، ولی اینا با رأفت انسانیت، با معرفت، با علمشون به دنیا برخورد، نه به اون کلاهبازی، کلاهبرداری، قماربازی، پوکربازی بی شرف. من با اینا کنار میام. تو غلط میکنی آقای ترامپ، غلط میکنی با جد آباده بی شرف. مردم اینا توییت بزنید بهش، فقط میشه بی شرف بسشه، بی شرف، بی شرف، بی شرف. فرق نداره واسه 80 میلیون تصمیم تو کی هستی، تو رو شلوار خودت بکش حالا. در نهایت بنده هم از این هفته فکر کنم اولین لایوه که بخوام یکی از گروهایی که تشکیل دارم میدم و تشکیل دادم، تا حالا رو نکردم، بالا نکردم، لایو اولو خواهم گذاشت. افرادی به شما معرفی خواهم کرد که قابل اعتماد هستند، افرادی معرفی خواهم کرد وطن پرست هستند، افرادی رو معرفی خواهم کرد که دلشون واسه مملکت میسوزه و در کنار مردم خواهم بود. اسمشون رو اعلام نمی کنم. فکر کنم این شنبه یا شنبه آینده اول لایک باشون میذارم و بعد خودشون معرفی میکنن و یواش یواش وارد قصه میشه. من به عنوان یک هماهنگ کننده، به عنوان یک به قول معروف پیاده کننده نقشای راه شازده عزیزم خواهم بود در خدمتتون. و امیدوارم این تیکه رو که دیدم که اروپا و آمریکا نابود شد، به خاک سیاه نشست، اون تهشون در اومد، مرد تا سخن نگفته باشد، ای هنرش نگفته باشد، آقای ترامپ هم تهش در اومد، وزیر امور خارجه هم تهش در اومد، آقای رایان هوک هم تهش، همشون تهشون در اومد، همشون. آقای اردوغان خوب اینا رو شناخته، خوب دندون هاشون که شمرده، خند اینا رو شمرده، خنده رو شمرده. آره رفت S-400 هم آورد، بعد میگه آره واش ما با شما برخورد میکنیم، تو خیلی برای آقای ترامپ دیدی خوب شناختت، کارش هم کرد، هیچ غلط هم نمیتونی بکنی، چون اینا شما رو شناختن، بلوفات رو میشناسن. میدونی بچه‌م تو سنت بالاست، تا این همه تو اون بلوف زدی به اینجا رسیدی، حالا با یک بلوف خودت بدبخت کردی، به خاک سیاه و خود آمریکا رو. البته ماهیت آخر آمریکاست که یک دیوانه نگوشه رئیس جمهور. من این زمان فکر کردم تو آدم کاسبی هستی، اما میدونم سنت بالاست، ریسک نمیکنی، ولی تو میلیون ها نفر ایران کشته شدن، در بدرش رو نیدی، 250 نفر هم. نه گفتم حیفن میمیرم، غلط کردی الاخر. خب دوستان من بینم مطلبی دارم براتون که باز 20 دقیقه بیشتر نشه. خب بله یه مثال فاسد آقای ترامپ، شما خیلی من سر مردم ایران گذاشتید، من پشت سر مردم ایران هستم، من علم میکنم، من بل میکنم، من فلان میکنم، من پشمدان میکنم، مردم ایران جوری هستن، وقت معاونت میره میشینه با مجاهدین میشینه، این اند استیصال بدبختی شماست و خدا رو شکر میکنیم که هیچ کار دست بر نیامد که خود ملت تکلیف حکومت شما، چون حکومت هر کاری که بکنید شما، هر شو اجرا بکنید، جنگ رو بزنید، مردم جنایت ها، خیانت ها، ظلم ها، ستم ها، بیدادگری های این حکومت فراموش نخواهند کرد، دروغ ها و جنایت هاش هیچ وقت فراموش نخواهند کرد، اوزار زاده هاشون فراموش نخواهند کرد. خاطر جمع باشه، اینا از ذهن مردم پاک نمیشه، چون مردم زندگیشون فقر و بدبختی رو محسوسه براشون، میبینند ویلای 700 میلیارد تومانی رو میبینند، کسی که تو مکه صلواتش دنیا گوش دنیا کر میکرد. آقای ترامپ با این کار اونا پاک نمیشه. این نیروی جوان پشت سر شاهزاده است. خوشحالیم که هیچ غلطی نشی بکنی،
و یک مثال فارسی هست، میگه صد من گوشت شکار به یک چوسه تازی نمیارزه. برو زندگیت بکن، برو جمع کن، همین فردا استفاده بهتر است، پس فردا است و خوشحالم نسخه ها بپا پیچیده شد، گفت تموم شده است، تو برم تو مورد ایام بکن، بزرگاتم باشه.